پروردینم ببخش. سلام، میدونم خیلی وقت بود که با هم حرف نزده بودی. دلامون خیلی واسه هم دیگه تنین شده بود. مرسی از این همه صبوری، مرسی. اومدم یه خبری رو بهتون بدم و برم. خبر از یه قصه تلخ، یه قصه خیلی تلخ به نام قلب من. حرفایی که تو هیچ نامه‌ای نوشته نشد، حرفایی نگفته که توی سینه موند و شد بغض، شد درد. میخوای بشنوی؟ میگم برات. شنیدیم میگن روز قیامت همه اعضای بدن پیش خدا گلگی میکنن، به خدا میگن چقدر اذیتمون کرد. یا داستان همیشگی یه بچه بازیگوش که همیشه از ترس این که باباش دعواش نکنه به مامانش پناه میاره، به مامانش میگه مامان اگه بابا اومد خونه بهش نگی دیر اومدن، نگی سر زانو هم خاکی بود، مامان به بابا نگی چقدر اذیتت کرده، مامان بابا به فهم دعوا میکنه، مامان به تو پناه میارم، به بابا چیزی نگو. یا تو روز قیامت وقتی همه اعضای بدن به صدا در میان و به خدا میگن که چقدر اذیتشون کردی، از چشم و گوشمون تا زبونمون تا دستامون، تا دستامون که چقدر اشکای صورتمون رو پاک کردن، یا پاهامون که چقدر پیاده راهای این شهر رو تو تنهایی قدم زدن، یا قلبمون که چقدر شکست. به خدا میگه قلب من به خدا نگی، اگه روز قیامت شد به خدا نگو چند بار شکستمت، به خدا نگو چقدر اذیتت کردم. باشه، به خدا نگو چند بار عاشق شدی و وسط راه ولت کردم. قلب من میترسم خدا ناراحت شه گریش بگیره، میترسم خدا نبخشتش. قلب من به خدا گلگی نکنی، منو ببخش، من شرمندتم. قلب من یادت گفته بودم خیلی درد داره یه روز شرمنده قلبت بشی. قلب من شرمندتم. قلب من توی یکی از همین شبا، قلب من منتظر باش.